سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب چهارشنبه 26 مرداد ماه در 570 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. نبرد قوی سپید با استقلال کهکشانی، جدال قهرمانان در انزلی. فردا و ساعت 19 تیم‌های ملوان و استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه تختی بندر انزلی به مساف هم خواهند رفت. جدالی که مچ‌اندازی قهرمانان دسته اول و لیگ برتر ایران به حساب میاد. هر دو تیم در هفته نخست امتیازی به دست نیاوردند و مقابل حریفان شکست خوردند. از طرفی ملوان به دنبال اولین امتیازات لیگ برتری خود بعد از سالها دوری از این رقابت هاست. از طرف دیگه هم بازیکنان استقلال به رهبری ساپینتو برای کسب اولین پیروزی فصل و رهایی از فشار شکست در هفته اول تلاش می کنند. گفتنی است ملوان و استقلال بدون امتیاز در رده های 15 و 16 جدول قرار دارند. حمام آفتاب آبی ها زیر نظر ساپینتو. سرمربی تیم فوتبال استقلال آخرین تمرین تیمش قبل از بازی با ملوان رو در ساعتی برگزار کرد که باعث ناراحتی بازیکنان این تیم شد. در شرایطی که قرار بود استقلالی‌ها با پرواز چارتر عازم رشت و سپس با اتوبوس راهی انزلی بشند، ساپینتو به بازیکنان اعلام کرد امروز باید ساعت 14 در تمرین حضور پیدا کنند. برگزاری تمرین تاکتیکی در ساعت 14 اون هم در مرداد ماه زیر آفتاب باعث شد تا برخی از بازیکنان استقلال نسبت به این برنامه ریزی معترض بشند. تدارک بزرگ برای بازی خداحافظی سید جلال. پرسپولیس منچستر سیتی در دبی. بعد از اعلام رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس مبنی بر مسابقه دوستانه این باشگاه با یکی از 4 تیم برتر جهان به مناسبت خداحافظی سید جلال حسینی، شایعات زیادی در مورد تیمی که قراره با سرخپوشان بازی کنه به گوش رسید. حالا و طبق گفته منابع معتبر به نظر میرسه این تیم منچستر سیتی است. حدود 4 ماه پیش بود که یک شرکت فعال در زمینه فوتبال درخواستی برای باشگاه پرسپولیس ارسال کرد تا این تیم در شهر دبی و در یک دیدار تدارکاتی به دیدار منچستر سیتی بره، که البته به دلیل اینکه سرخپوشان در کوران لیگ قرار داشتند این بازی برگزار نشد. اما حالا خبر رسیده باشگاه پرسپولیس مشغول رایزنی‌های مجدد تا در تعطیلات نیم فصل این دیدار رو با حریف نامدار انگلیسی برگزار کنه. پشت پرده موافقت یحیی با جذب ستاره سابق استقلال. دیاباته با 300,000 دلار پرسپولیسی می شود. مدیران پرسپولیس به دلیل قیمت مناسب و اینکه شیخ دیاباته بازیکن آزاده، اون رو گزینه مناسبی برای پرسپولیس می دونند. با این حال یحیی گل محمدی زیر بار جذب دیاباته نرفت و لوکادیا که به مراتب گزینه بهتری است پرسپولیسی شد. حالا بعد از پرسپولیسی شدن لوکادیا دوباره شایعه مذاکره دیاباته سر زبون ها افتاده. اون هم در شرایطی که سرمربی سرخپوشان نظرش رو تغییر داده و به مدیران پرسپولیس اعلام کرده موافق جذب دیاباته است. دلیل اینکه یحیی ناگهان به جذب شیخ رضایت داده به چند فاکتور برمیگرده. نکته اول اینه که گل محمدی شیخ رو برای مهاجم دوم و ذخیره میخواد. نکته بعدی آشنایی دیاباته با فضای فوتبال ایرانه و با توجه به شروع لیگ این بازیکن خیلی زود میتونه خودش رو با شرایط موجود وفق بده. مدافع جنجالی استقلال رسماً برگشت. سیاوش یزدانی مدافع تیم فوتبال استقلال پس از جلسه با مدیرعامل این باشگاه قرارداد خود رو برای 2 فصل دیگه تمدید کرد. یزدانی که در میانه فصل گذشته جهت انجام خدمت سربازی مدت کوتاهی از استقلال جدا شده بود، اکنون با پایان خدمت و تمدید قرارداد خود 2 فصل دیگه نیز در کنار آبی پوشان خواهد بود. حمله شدید استقلالی ها به باشگاه در حمایت از یک مربی. روز گذشته بود که باشگاه گلگهر به خاطر عبور امیر قلعه نوعی از رکورد 1,000 امتیاز در لیگ برتر از این مربی تقدیر کرد. بعد از این اتفاق اکثر پیشکسوتان از سرمربی استقلالی گلگهر حمایت کردند، اما کانال اطلاع رسانی باشگاه استقلال به این مربی تبریک نگفت.
در ادامه عده‌ای از طرفداران استقلال و قلعه نویی در این زمینه به شدت انتقاداتی را مطرح کرده و خواستار واکنش مثبت باشگاه به این رکورد شکنی تاریخی شدند. در نهایت این فشارها جواب داد و امروز رسانه رسمی باشگاه استقلال بابت این اتفاق به سرمربی گلگهر تبریک گفت. گاف عجیب مدیران استقلال در انتشار لیست مازاد. مسئولان باشگاه استقلال در صورتی که رضایت سه بازیکن مازاد این تیم را جلب نکنند نمیتونن نام اونها را از فهرست این تیم خارج کنند. طبق قانون اگر باشگاهی بخواد نام بازیکنی را از فهرست خارج کنه باید 20 روز قبل از تاریخ پایان نقل و انتقالات این کار را انجام بده. در غیر این صورت باید یک طرفه قرارداد بازیکن را فسخ و ضرر و زیان قرارداد اون را بپردازه. ارسلان مطهری، عزیز بک آمانوف و سید محمد حسینی سه بازیکنی هستند که باشگاه استقلال نام اونها را در لیست مازاد قرار داده. توافق باشگاه پرسپولیس با اسپانسر جدید. اختلافات باشگاه پرسپولیس و حامی مالی این باشگاه در نهایت رضا درویش رو به جایی رسوند که در بازی اول قید اسپانسر رو بزنه. به همین دلیل هم بود که پرسپولیس مقابل زوباهن بدون هک کردن نام هیچ شرکتی به میدون رفت. حالا اما سرخپوشان تهرانی برای بازی دوم خود در لیگ جاری مشکل را برطرف کرده، چرا که طی مذاکرات روزهای اخیر با یکی از شرکت‌های داخلی در نهایت طرفین به توافق دست یافتند. به این ترتیب پرسپولیس در بازی با فولاد قطعاً با اسپانسر راهی میدان شده و نام یکی از اپراتورهای تلفن همراه را بر روی پیراهن خود هک خواهد کرد. شانس کم لوکادیا برای حضور فیکس مقابل فولاد. طبق آخرین اخبار از تمرینات پرسپولیس، یورگن لوکادیا، مهاجم جدید پرسپولیس در بازی مقابل فولاد، کار رو از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. شنیده ها حاکی از اونه که یورگن در تمرین سه‌شنبه فقط در بخش‌هایی از تمرین شرکت کرده و خبری از حضور اون در بازی درون تیمی نبوده. در واقع یحیی گل محمدی تصمیم گرفته در روز اول تمرین به این بازیکن فشار زیادی نیاره. از همین رو بعید لوکادیا در بازی با فولاد در ترکیب اصلی قرار بگیره. شرایط حضور تماشاگران در هفته دوم لیگ برتر. شرایط حضور تماشاگران در مسابقات هفته دوم لیگ برتر اعلام شد. سازمان لیگ فوتبال ایران در طی بیانیه ای اعلام کرد پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر عدم حضور تماشاگران به آگاهی میرساند تا اطلاع ثانوی تمامی ورزشگاه‌های میزبان مسابقات لیگ برتر که به سامانه فروش بلیت الکترونیک و گیت کنترل هواداران جهت ورود به ورزشگاه مجهز شده باشند در صورت تصویب شورای تأمین استان و اخذ تأییدیه‌های لازم میتوانند طبق پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های قبلی تا سقف 30% ظرفیت ورزشگاه اقدام به بلیت فروشی کنند.